سلام جمعه 29 اسفند 93 20 مارچ 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه 360 نماینده مجلس نمایندگان امریکا نامه ای رو به کاخ سفید نوشتن و خواستند که جزئیات مذاکره رو به کنگره دولت ارائه بده آقای ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا هم به سی این اظهار کرده که ما چطور به ایران میتونیم اعتماد کنیم در حالی که همین الان تعهداتی که در دست داره رو انجام نمیده اما آقای تونی بلینکن قائم مقام وزارت خارجه امریکا اظهار کرد که تحریم ها برداشته نمیشه فقط تعدادی از اونها معلق میشه آقای کرکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا هم اعلام کرد که پنج شنبه 25 مارچ مسئله طرحی رو که او مطرح کرده در دستور کمیته روابط خارجی قرار خواهد داد یعنی درست یک روز بعد از مهلت 24 مارچ موضوع دوم این که اما علا رغم این فشارها و فعل و انفعالات در واشنگتن مذاکرات در سوئیس ادامه داره و اخبار مختلف و گاهی متناقضی از سوئیس بیرون میاد آقای عراقچی رئیس نمایندگی ایران در سوئیس عنوان کرده که هیچ چیز مورد توافق قرار نگرفته و آنچه توافق شده هم نهایی نشده نماینده فرانسه گفته بحث تمدید زمان مذاکره مطرحه و اصولا اظهارات نمایندگان اروپایی بدبینانه تر از نمایندگان امریکایی است خبرگزاری رویترز جمعبندی از همه مسائل و مشکلاتی که در میز مذاکره مطرح صورت داده و نهایتا هم گفته بعضی از اونها حل شده ولی اکثر اونها حل نشده باقی مونده اما درست برعکس اون خبرگزاری از شیعتت پرس اعلام کرده که یک پیشنویسی در سطح جلسه پخش شده از نسخه نهایی توافق موضوعی که کاخ سفید به شدت اون رو تکذیب کرد و یک منبع ایرانی هم به ایرنا گفته که امروز جمعه و فردا شنبه سه وزیر خارجه اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان هم به مذاکرات خواهند پیوست. به این ترتیب دیده میشه که از سوئیس اخبار کاملا متقابل و متناقضی بیرون میاد و هیچ تصویر روشنی در دست نیست. موضوع سوم این که آقای روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت عنوان کرد که در سال 93 ایران در امر صادرات غیر نفتی رکورد گذاشته و به عدد 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده البته رقم اصلی صادرات غیر نفتی هم مشتقات نفتی به و محصولات است و همینطور میعانات گازی ولی به هر صورت عدد عدد قابل توجه و مهمی باید تلقی بشه. آمار گمرکات هم که یازده همه اسفند ماه منتشر شد نشان میده که صادرات غیر نفتی 22 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرد که در ارتباط با به حمله به آقای متحری 15 نفر شناسایی شدند و به مقامات قضایی استان فارس معرفی شدن اما باید دید که بالاخره چه اتفاقی میفته و این حضرات امکان دستگیری و دسترسی بهشون هست یا نه رئیس دادگستری بوشهر هم عنوان کرده که سپاه با همکاری اطلاعات و نیروی انتظامی و غیره 110 نفر از فعالین فیسبوکی رو شناسایی کرده تعدادی دستگیر شدن بازجویی شدن غیره و کار اصلیشون فرهنگ غربی و مدلینگ و افرادی بیان مدل بشن لباس نمایش بدن غیره رو ترویج میکردن عین همین خبر با همین تعداد و همین روش از استان سمنان هم نقل شده و معلوم نیست آیا واقعا دو خبره یا یک خبر به دو روایت در دو استان نقل شده یا اساسا هیچ کدومش صحت نداره وزارت اطلاعات هم بیانیه‌ای روابط عمومی منتشر کرده و پاره شایعاتی که نشریات مطرح می کردن رو پاسخ داده و گفته که در خصوص پرونده آقای مهدی هاشمی کارشناسان وزارت اطلاعات قاضی خواسته رفتن در مورد فعالیت‌هایشون در انگلیس شهادت دادند و وزارت اطلاعات این شهادت را هنوز پس نگرفت موضوع چهارم اینکه آقای نتانیاهو بعد از اینکه در انتخابات پیروز شد و به نخست وزیری خواهد رسید تداوم نخست وزیریش در مصاحبه با شبکه NBC، بی سی حرف 48 ساعت آخر خودش رو که باعث رأی آوردن از اخشاری از جناح راست افراطی اسرائیل بود را عملا پس گرفت او گفت دولت فلسطینی رو رد نمیکنه فقط میگه غیر نظامی باید باشه و به گروه های تندروی مثل حماس نزدیک نباشه و الان شرایط مهیا نیست ضمنا در خصوص نزدیک به دو میلیون شهروند عرب در داخل اسرائیل هم گفته من نخست وزیر همه هستم و عرب ها در اسرائیل جایست که آزادانه میتوانند رأی بدهند و حرفهایی که بوی آشتی بده بر حال کاخ سفید فشار زیادی آورده بود که سیاست چندین و چند ساله امریکا بحث دو دولت و دو کشور در اون منطقه از فلسطینی ها و اسرائیلی ها و بعد از این اظهارات آقای نتانیاهو آقای اوباما به او تلفن زد و نخست وزیری او رو تبریک گفت الجزیره خبر داده از اینکه یک هیئت یمنی دو هفته است در تهرانه و با از این سفره مرتزا علی یمنی ها هم قرار است لغمه ای بردارند ساخت نیروگاه برق صادرات نفت و محصولات نفتی قولهایی است که ایران داده ضمن اینکه جانشین ستاد مشترک یمن که طرفدار هوسی هاست با یک هواپیمای ایرانی در رأس ایت نظامی به ایران آمده به این ترتیب ایران عملا در پشتیبانی از دولت هوسی ها در یمن به پیش داره میره در حالی که یک حمله هوایی هم امروز به عدن که پایتخت دوم یمن در جنوب شده و منصور هادی رئیس جمهور مخلوع یمن در اونجا دولت تشکیل داده و خودش رو قانونی میدونه حمله کرد منصور هادی زنده مونده ولی مقر او توسط دو هواپیما بمباران شد به این ترتیب عملا یمن وارد جنگ شمال و جنوب و جنگ داخلی داره میشه جنگی که ایران هم در اون درگیره داعش مسئولیت حمله به موزه در تونس رو که به کشته شدن دست کم 23 نفر منجر شده به عهده گرفته و به این ترتیب باید گفت گروه انصار و شریعه که این حمله رو انجام داده بود هم به داعش باید وصل باشه اما شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده که داعش تمام جنایات ممکنه رو تا کنون انجام داده هم نسل کشی کرده هم جنایت علیه بشریت کرده و هم مرتکب جنایات جنگی شده اما موضوع آخر اینکه آقای پوتین برای سالروز پیروزی در جنگ بین الملل دوم مراسمی رو تدارک کرده بود از خانم مرکل و سایر رهبران اروپایی و امریکایی دعوت کرده بود هیچ کدوم حاضر نشدن به روسیه برن ایشون از رهبر کره شمالی کیم جونگ دعوت کرده که در این مراسم باشند که سب سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی